یعنی کامنتاتون رو میخونم پاره میشم. این قضیه تأخیری بودن، من نمیدونم کی شروعش کرد، ولی هر کی شروع کردمش الان داشتم کامنت خودم نوشته بودم یزدان اسپری تأخیری استفاده میکنه جدیدان دیگه به زندگیشم تاثیر گذاشته. دلیل تاخیر ریاکشن من بچه ها چند تا، یکیش به خاطر کپی رایت، یعنی قضیه مثلا ترک گندم با پوتک هنوز حل نشده، با رات پرو همچنان داریم روش کار میکنیم، وگرنه من سریع اون آپلود کردم. چاکی آشنا هم به خاطر درگیری خودم تو کلینیک بود که با یه روز سخت دارم ریاکشن میرم، ولی امروز میخوایم با هم ترک ترحم از آشنا ریاکشن بریم. خیلی پیشنهاد کرده بودید، اونطوری که شنیدم انگار یه ترک احساسیه و جالبه. مشکی دیسو داد، چرا خاموش شد، 4 تا ترک از آشنا اومده، هنوز مشکی جوابی نداده. بریم آقا، بریم با هم ببینیم که ترک ترحم چطوری هست و اینکه میگم دلیل تاخیر به من، نه این تاخیر به مشکی و این تاخیری، دلیل تاخیر مشکی احتمالاً نمیدونم اون سندهایی که آشنا رو کرد خیلی داستانا خطری کرد. یه چند تا پست هم دیدم که انگار مشکل بین پیاده آشنا حل شده و همدیگه رو فالو کردن و خیلی حال میکنم اگه ببینم یه روزی با هم فیت بدن، که احتمالش هم خیلی زیاده که اتفاق بیفته. بریم آقا، بریم ببینیم که چرک ترحم چطوری است. تو دوست داری جای من باشی، منم حس میکنم ندارم بهش نیازی، میخوام 2 سال اخیر زندگیمو بگم ببینم اگه جان بودی تو چه حسی داشتی. آشنایی که باش داریم داستانی خیلی خوب، یعنی روایت خوب میکنه با رپ کردنش. بذار برای تعریفش کنم. میخواد چی بشه بعد من؟ یعنی تو سینم پسر خوب شده، قلب بستری، چه حسی داری اون این که دورت میگشت؟ 2 سال تبدیل بشه به یه آدم سرد عصبی، چه حسی داری دعا کنی یه وقت حال نره؟ مایی که هر چیزی که داریم اما داره، چه حسی داری کسی که میدونست کیاب خوردی؟ رو توهم قرصاش یه وقت نشناستت، ندونه کلاس چندومی، ندونه چند سالته، نتون... این احتمال برای مادرش خونده، پس قبلا هم اشاره کرده بود به بیماری مادرش. چیزی که داری مادره، چه حسی داری کسی که میدونست کیاب خوردی؟ رو توهم قرصاش یه وقت نشناستت، ندونه کلاس چندومی، ندونه چند سالته، نتونه مثل قبلنا هم از اون حرفا بگه، اونی که رو تخت افتاده همون آدمه، اشتباه نکن، ولی چیزی که عوض شده رفتارشه، نداری فاصله باش ولی اون رابطه از بین رفته، از یه جا به بعد همه چی ثابته، اونی که بوی غذاش کل خونه رو میگرفت، 2 سال تموم شده که نمیتونه راه بره. فکر میکنی واسم مهمه این بازی؟ فکر میکنی واسم مهمه این فردا زندم نباشم؟ وقتی 2 سال تموم آرزو میکنم یه شب و حداقل یه شب و با صدا گریش نخوابم، با صدا گریش نپرم، وقتی داد میزنه خدا جونم و بگیر از این دنیا خسته میشه. فکر کردی پول واسم مهمه؟ وقتی ماشین ظرفشویی براش خریدم و نمیتونه توش ظرفشینه، من یه تیکه از عمرم و تو این 2 سال جا... خدا جونمو بگیر از این دنیا خسته میشه. فکر کردی پول واسم مهمه؟ وقتی ماشین ظرفشویی براش خریدم و نمیتونه توش ظرفشینه، من یه تیکه از عمرم و تو این 2 سال جا گذاشتم. رو بدنم سوختگیه، وقتی واسش مبل خریدم و آرزو به دلم شده یه بار با خیال راحت روش بشینه. توی چی من نمیدونی، تو نسبت به موفقیتی که دارم حست بهم تنفره، ولی من حاضرم همه چی مرسفه؟ تو نسبت موفقیتی که دارم حست بهم تنفره. چی؟ توی چی من نمیدونی، تو نسبت موفقیتی باگ ویدیوشه که دارم حست بهم تنفره. یه چیزی all platforms سری میاد میره، ولی من حاضرم همه چیمو بدم، همه چیمو، که این زن بیاد تو اتاق و منو بغل کنه. این فکر تو سرم پره، هرز مثل علف شده، از این که میترسم ازش هرز مثل علف شده، مثل علف هرز شده، از این طرف عذیت هم کنه. این فکر تو سرم پره، هرز مثل علف شده، از این که میترسم ازش استوری بذارم دلشو شاد کنم و مردم بگم پی ترحمه، از این که نمیدونم باید خیر کیو بگیرم و کیه که تو زندگی من با هم طرف شده. این فکر تو سرم پره، هرز مثل علف شده.
نمیدونی چقدر سخته دیگه، عمر تو لحظه میره، مثل یه صحنه زیر چشات رد میشه وقتی که پلکات داره بسته میشه، تو دلت غم بمیره و این پسر سر به زیره. تا حالا شنیدی که مرد گریه نمی کنه؟ تا حالا شده بابات پشت همه اشک بریزه؟ تا حالا مریضداری کردی؟ تا حالا شده یکی جلوت زیر یکی دیگه تشت بگیره؟ توی ریم هوانی مرد شدم. اینی که این ترک داره از زبونه پسر 17 ساله خونده میشه خیلیه. پشت همه اشک بریزه، تا حالا مریضداری کردی؟ تا حالا شده یکی جلوت زیر یکی دیگه تشت بگیره؟ توی ریم هوانی مرد شدم، یه روانی داره میکشه عذاب اینور، همینطوری که مشنبا رو گرفتم خون بالا میاره، همون لحظه ازم میخواد حلالیت. فکر کردی این بازی واسم مهمه؟ غم با هم هموطاق شده، تو میخوای با دروغ بیای، من آرزوم اینه از مدرسه بیام مامان هم برام درو وا کنه. میدونی که قصه نمیگم که دلت برام بسوزه، میخوام با سکته بمیرم وقتی مامانم همین الان بیمارستان بستریه، با چه انگیزه ای بیام من تکست بنویسم؟ آخه فکر کردی این بازی برام مهمه؟ نمیخوام سرک بکشم، حتی تو زندگی خودم نمیخوام سرک بکشم، وقتی استرس زیاد دو ماه تموم ریام نمیذاره ای نفس بکشم، چقدر ای اسپره بزنم؟ مگه من چند سالمه؟ حسم داره کشته میشه، وقتی میگم برم کامنت بخونم حالم خوب شه، اونجا هم باز یکی به مادر من فرش کشیده. آخه من چی بگم؟ آجی میان زیر پست من، زیر پست من میان فرش. بعد جالب اینه که من ویدئوی آخرم خب نوتیفیکیشن مثلا میاد بعد از ریلیس این ترک، دارم میبینم بازم مردم دارن فوش میدن به ویدئوی من، یعنی به ویدئو ریاکشن من به آهنگ آشنا دارن زیرش به مادر آشنا فوش میدن. چی بگیم بچه؟ ببینید آهنگایی که احساسی اینطوریه، من اگه ریاکشنی میرم که زیاد توضیح نمیدم، چون واقعا توضیحی نداره و بعضی وقتا زبونم قفل میشه، آهنگای احساس که ریاکشن هم واقعا زبونم قفل میشه. یعنی اکثرا این ریاکشن های من واقعا قلبی، حالا چه دیس باشه میپرم رو تخت از شوقمه، از ذوقمه، این رپ گیمه. خیلی از آهنگای احساسی هست که واقعا احساسی میشم باش دیگه، من آدمم دیگه، جلبک نیستم که دیگه بیام حالا بازش کنم بگم او اینی که میگه راجع مادرشه که فقط ویدئوم طولانیشه، شما از 4-3 سال پیش منو بگیرین تا الان همیشه جمع کنید، همیشه کوتاه‌ترین ریاکشن ویدیو واسه من بوده، به خاطر اینکه حرف مف نمیخوام بزنم، فقط حسم دیگه. حالا میام یا خوبه بعض وقتا یا بده. حتی تو زندگی خودم نمیخوام سرک بکشم، وقتی استرس زیاد دو ماه تموم ریام نمیذاره ای نفس بکشم، چقدر ای اسپره بزنم؟ مگه من چند سالمه؟ حسم داره کشته میشه، وقتی میگم برم کامنت بخونم حالم خوب شه، اونجا هم باز یکی به مادر من فرش کشیده. آخه من چی بگم؟ چقدر سخته دیگه. به خیالش نمیخوام آدمش رو بگیرم. تمامه. و تمامیه ترک فوق العاده احساسی از آشنا، سلامتی همه مامانا، واقعا سلامتی همشون، امیدوارم که هیچ خانواده‌ای هیچ نوع بیماری نداشته باشه، چه بیماری روانی چه بیماری فیزیکی، و اینکه امیدوارم به رپ گیم کشیده نشه. یعنی حالا مثلا ببینیم مشکی برگرده و بیاد تیکه بندازه، بعید میدونم این کارو بکنه به مادر آشنا، ولی این حالا تایمینگ این ریلیس این ترک نزدیک به دیسا بوده، به اون سه تا دیس بوده، فکر نکنن مردم که آقا اینو داده که مثلا اونای دیگر رو مثلا خونسا کنه و از اون طرف یکم ترحم مردم بخره واسه دیسی که داده و اون چی میگن، حالا خیلی ها میگن مخبر بوده اومده مثلا طرف رو لو داده، اومده اینو این ترک رو ریلیس کرده که حالا شخصیت خوبی خودش رو نشون بده، مردم مثلا یادشون بره اون کارو. بعضی چیزا رو نمیشه باش شوخی کرد، یه چیزی هست به نام کارما که اون بالا هست و یاور تو استاد میکنه. همین
دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید و اینکه اگه چکی هست که دوست دارید من ریاکشن برم توی کامنت ها بنویسید، حتما بهش ریاکشن برم تا ویدیوهای بعدی. زن زندگی آزادی.